بسم الله الرحمن الرحیم. نظر عزیزان سلام عرض می کنم و برای یکایک شما آرزوی خوشبختی و نیک سرانجامی دارم. مجلس ما امشب با یک خبر ناگوار حزن‌آلود است و من مایلم که مشارکت خودم رو در این غم و در این حزن ابراز کنم. از خانواده مرحوم مهندس مهدی بازرگان که مرد بزرگ تاریخ معاصر ایران ما بودند، یکی دیگر از نیکان غایب شد و از دنیا رفت و روح خود رو چنان که گفتند به خدا و به فرشتگان سپرد و خانواده خود رو غمگین و اندوه زده کرد. ما هم در این غم شریک آنانیم. به همه آنها تسلیت میگوییم و سکون و سلامت برای بازماندگان و رحمت و مغفرت برای آن درگذشته از خداوند میخواهیم. ما همه مدیون این خانواده ایم، چه بدانیم و چه ندانیم. بزرگانی که رنج خود و راحت دیگران رو طلب کردند، در صدر آنها مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود. اما خطاست اگر ما فقط اون مرد بزرگ رو ببینیم. خانواده ای که در رنج او سهیم بودند، هم راه و هم دل او بودند رو نبینیم. چه اوقاتی که به زحمت و محنت سیاست آمیخته بودند و چه ایام قبل از انقلاب که رنجهای فراوان، زجرها و زندانها می کشیدند و خوشبختانه از پشتیبانی یک خانواده همدل و همنفس برخوردار بودند و الگوی بسیار آموزنده‌ای برای ما، برای یکایک ما ایرانیان نهادند که چگونه آدمی میتواند اهل گذشت باشد و تمام زندگی خود رو در راه یک آرمان بلند به سر ببرد و رنج و شادی های حقیر جهان رو به چیزی نشمرد. ابیاتی که قبل از سخنان من در اینجا خوانده شد و به انتخاب خود این حقیر بود، متضمن دو سه نکته نیکو بود که قبل از آغاز سخنان اصلی خودم در این جلسه که دنباله بحثای بوستان است، مایلم به اون اشاره کنم. یکی این که سعدی گفت: سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. نیکنامی مهمترین پاداش آدمیان در این جهان است و چنان که در نوبت قبل هم آوردم، این دعایی بود که حضرت ابراهیم هم می کرد و از خدا می خواست که وجعلی لسان صدق فی الآخرین. لسان صدق یعنی نام نیک و از این خانواده نیکنامتر حقیقتاً چه کسی و کدام خانواده ای؟ ما در ایران خودمون، ایران معاصر خودمون سراغ داریم و زندگانی جاویدی که پیدا کردند و نام نیکی که بر زبانها می گردد و درود و رحمتی که بر آنها فرستاده می شود و حیات ابد که نزد خداوند دارند و مشمول پاداش‌های کریمانه او هستند. اما بیت دیگری هم خوانده شد که گل بیخار میسر نشود در بستان، گل بیخار جهان مردم نیکوسیرند. با خودم میاندیشیدم که عجب تقسیم بندی نیکویی سعدی کرده است. همه انقسامات در این بیت نیامده، اما اگر دیوان اشعار او رو و مثنویات او رو، بوستان او رو بگردید و من اندکی در ذهن خودم و حافظه خودم گشتم، میبینید که چگونه این تقسیم در کلمات و ابیات سعدی جاریست. در حقیقت از نظر سعدی میتوانم بگویم که مردم جهان بر سه دستن. یه عده‌ای گل گلن، گل بیخارن، یه عده‌ای گل باخارن، یه عده‌ای هم خار خارن، یک ذره، یک برگ گل ندارن. واقعا همینطوره و
نیکوست که آدمی در باب خودش بیندیشد که کدام از این دسته هاست. اگر در باب مرحوم بازرگان خانواده ایشان بخوایم سخنی بگیم، باید بگیم از اون گلهای بیخارن. تازه گل باخارم عیبی نداره، با بیشتر ماها گلهای باخاریم. بعد اونه که آدم خار خار باشه، هیچ خیری از او به کسی نرسه، حتی به اندازه یک بوی خوش به کسی چیزی نبخشد. سعدی میگفتش که یار باید که هرچه یار کند بر مراد خود اختیار کند. هر که نازک بود دل یارش، گو دل نازنین نگه دارش. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. پس گاهی گلی هست که خارم داره، اما به خاطر روی گل آدم تحمل خار هم میکنه. اینم یک دسته. اما وقتی که آدمی جز یک بوته خار نباشه، اون وقت چه باید کرد؟ از اونها پناه باید برد به خداوند. این رو دیگه من به شما واگذار میکنم که خودتون بسنجید که در مملکت ما چه گلهایی بر سر کار اومدن، چه خارهایی بر سر کار اومدن، چه کسانی اونجا رو گلزار کردن، چه کسانی اونجا رو خارزار کردن. و از همه برتر این که آدمی به خود بیاندیشد که مبادا خار باشد و خار بریزد، که اون وقت مشغول اون غزل دیگر سعدی می شود که خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیوار نتوان بافت از این خار که رشتیم، بر گرد معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم، ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. تا چند بر این کنگره چون مرغ توان بود، یک روز نظر کن که بر این کنگره خشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که زمشاته نرنجیم که زشتیم. امیدواریم که خداوند زشتی ها رو به زیبایی ها بدل کند. باز هم درود و رحمت و رضوان خود رو بر روح تازه از دست رفته و بر این خانواده گرامی جاری بدارد و اونها رو مشمول پاداش های کریمانه خود بفرماید. مجدداً از جانب خودم همه عزیزان به این خانواده گرامی تسلیت عرض می کنیم، برای اونها سلامت و سکون می طلبیم و امیدواریم که این گونه بزرگان، این گلهای بیخار در کشور ما و در تاریخ ما افزونتر بشوند، که در اون صورت عالم ما گلستان خواهد شد. هر کس به شما وعده داد که من روی زمین رو یا کشوری رو گلستان میکنم و بهشت میکنم، صرف نظر از شدنی یا ناشدنی بودنش، بدانید که گلستان شدن به این است که گلهای بسیار در اون سرزمین بروید، اونگاه گلستان خواهد شد. و ما که خار صفتانه گلها رو میچینیم و کنار میگذاریم و هم خودمون و هم دیگران رو از بوی خوش اونها، از عطرشون، از رنگشون و از وجودشون محروم می‌داریم، باید بدانیم که چه جنایتی مرتکب می‌شویم و مرتکب می‌شوند. باری مقدمه رو به پایان می‌آورم و بحثمون رو که نوبت گذشته ترک کردیم دنبال می‌گیریم و از زبان سعدی نکات تازه‌ای رو می‌شنویم. به یادتون باشه سخنان سعدی رو که می‌خواندیم به اینجا رسیدیم که او با تجربه‌ای که از مغولان داشت و اینکه چگونه رسولان آنها رو و بازرگانان آنها رو کشتند و سر بریدند و موجب اون هجوم و حمله وحشیانه شدند، به اتابکان فارس، به حاکمان اون روز شیراز اندرز میداد که با رسولان یعنی سفیران و فرستادگان حکومت‌های دیگر و همچنین با بازرگانان به نیکی رفتار کن. نکوتار بازرگان و رسول که نامت برآید به صدر قبول. به یاد دارید که وقتی که از طرف چنگیز خان 450 بازرگان به ایران آمدند، اونها رو به اتهام اینکه جاسوسن همه رو سر بریدند و این آغاز فتنه‌ای بود که در ایران برخاست و پس از آن متاسفانه اونها که بهانه می‌جستند
بهانه رو پیدا کردن و راه ورودشون به مملکت هموار شد. و شما ببینید که در روزگار حاضر هم چگونه نافهمی ها و کجکرداری ها این بهانه ها رو گاهی به دست مهاجمان و کسانی که تهاجمی رو در سر می پرورانن می دهد و ممکن است که یک کاهی به دنبال خود کوهی رو بکشد و ملتی رو به رنج و عذاب بیفکند. همین توصیه ها بود که چنان که گفتم اتابکان فارس با مغولان که بر در دروازه شهر رسیدند رو توانستند که نگه دارند و با باج و خراج اونها رو قانع و راضی کنند که به شهر حمله نکنند، در بیرون شهر بمانند. و چنین بود که در سراسر ایران که مورد هجوم مغولان قرار گرفته بود، خطه پارس نسبتاً آسوده و آرام ماند و کسی چون سعدی در آنجا مجال داشت که بنشیند و سخن بگوید و خانقاه داشته باشد و شعر به سرایت و اطرافیانی و محفلی داشته باشد و آثارش به دست ما برسد، تا دوباره قرن بعد از سعدی که تیموریان آمدند و دوباره ویرانی ها آغاز شد و این دیار ما کم ویرانی متاسفانه ندیده است، کم حاکمان ابله به خود ندیده است که این مصائب رو برای مردم ما آوردند. سعدی ادامه می دهد. سعدی چنان که قبلا اشاره کرده بودم برای شما، دفتر یعنی باب اول بوستان رو تماما به عدل و تدبیر و رای اختصاص داده است که نزدیک یک چهارم بوستان است و 9 باب دیگر 3000 بیت رو فرا می گیرد و این نشان می دهد از اهمیت و عظمت موضوع نزد سعدی و اینکه در اون دوران که دوران قانون نبود، دوران تفکیک قوا نبود، دوران دموکراسی نبود، دوران هیچ کدوم اینها نبود، چگونه به حاکمان پرقدرت و قلدر و زیرگو بفهماند که تا اندازه ممکن به حد خود قانع باشند و رعیت ستم کمتر بکنند، اهل شفقت باشند و در ثروت اندوزی افراط نکنند و امثال اینها. و از اون طرف هم البته به رعیت چنان که گفتم آموزش میداد که شورش کردن، انقلاب کردن راه حل مسائل نیست و همباره قلدری رفته است و قلدر دیگری به جای او نشسته است و همان آش و همان کاسه بوده است، لذا نباید در فکر طغیان بر سلطان بود، بلکه بیش از هر چیزی باید سعی کرد که سلطان رو راضی کرد و قانع کرد و او رو به منافع و مسائل مردم آشنا کرد. دست کم برای خودش چنین وظیفه‌ای رو میدانست. من در جای دیدم یکی از نویسندگان فهیم نوشته بود که اگر مثنوی رو دیدنامه بنامیم، شاهنامه رو باید دادنامه بنامیم و این حرف خیلی درستی است. فردوسی از داد، از عدل بسیار سخن گفته است و گرچه که ما او رو به شاهنامه میشناسیم، یعنی نامه شاهان، البته خود فردوسی او رو نامه باستان نامیده است. حالا نامه باستان یا نامه شاهان که درست است، اما اگر به مغز و محتوای کلام فردوسی راه پیدا بکنید، داد و عدل و همچنین ضد او بیداد نزد او بسیار برجسته بوده است و درباره اونها سخن بسیار گفته. در مقابلش خب مثنوی البته دادنامه نیست، به هیچ وجه مولانا داد نمیزند که ای داد ای بیداد، بلکه دیدنامه است، یعنی بیش از هر چیزی بینش به شما میبخشد، اینکه جهان رو، تاریخ رو، آدمی رو، خدا رو و سایر امور رو چگونه ببینید و چگونه بفهمید. بوستان در ذیل شاهنامه است، حتی بر وزن شاهنامه است و اگر اون رو دادنامه بنامیم، میتوانیم بوستان سعدی رو هم دادنامه بنامیم، کتابی که در اصل برای تعلیم دادن داد و عدالت پروری به حاکمان و به شاهان سروده شده است و البته سخت موفق بوده است. یعنی این همه کتاب اخلاقی که ما در طول تاریخ داشته ایم و نوشته اند، چه فیلسوفان و چه عالمان و فقیهان، هیچ کدام نفوذشون و بردشون به اندازه گلستان و بوستان نبوده است. برای اینکه این مرد خب با شیرینی بیان و با تجربه های زیسته
و نه فقط با بازی با مفاهیم و الفاظ این کتاب ها رو به وجود آورده است و از همه مهمتر آنها رو با داستان آمیخته است، تاریخ رو به میان آورده است، به استخدام گرفته است و از طریق روایت های تاریخی توانسته است که مسائل رو با ما در میان بگذاره. داستانی که میخوام بخونم داستانی است که از همین باب اول است و همه ما اون رو فکر میکنم خوانده باشیم در کتاب های فارسی دبستان یا دبیرستان. حتما به خاطر خواهید آورد، من درباره اون وقت بعداً توضیحاتی خواهم داد، یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند چی؟ زبن عبدالعزیز که بودش نگینی در انگشتری، فرو مانده در قیمتش مشتری. قضا را در آمد یکی قحط سال، که شد بدر سیمای مردم هلال. بفرمود بفروختندش به سیم، که قسمت کند بر فقیر و یتیم. فتادن در وی ملامت کنان، که دیگر به دستت نیاید چنان. شنیدم که می گفت و باران دم، فرو می دویدش به آرز چو شم. مرا شاید انگشتری بی نگین، نشاید دل خلقی اندوهگین. فکر میکنم همه ما این قصه رو دانسته باشیم، همه ما شنیده باشیم، همه خوانده باشیم و ای خوشا اون روزگار که این قصه ها رو یاد بچه ها میدادن، ای خوشا اون روزگار که ما با اینها بزرگ میشدیم. من بر جوانهایی که اینجا خصوصا پرورده میشوند دلم میسوزه، شفقت میبرزم که با این شیرینی ها و شهد ها و حلاوت ها کامشون شیرین نمیشوند. این قصه ها برای یک عمر آدمی رو زنده نگه میدارن و این یاداوریش هم شما میبینید که همه ما رو دوباره شاداب میکنه، دوباره های میکنه، دوباره ما رو به یاد روزگاری میافکند که اینها رو میخوندیم، آسوده خاطر بودیم، جوان بودیم، بچه بودیم، حتی عمق اینها رو هم در نمیافتیم، اما شیرینی کلام چنان جان ما رو فرا میگرفت که تا امروز هم ما شیرین کامیم. خب قصه کاملا معناش روشنه، البته به لحاظ تاریخی شاید چندان درست نباشه. گفتند که عمر بن عبدالعزیز که از پادشاهان و حاکمان عادل امویان بود و نامش به نیکی رفته است و یک دو سال هم بیشتر حکومت نکرد و در سنین جوانی شاید 40 سالگی از دنیا رفت، گفتند که او به پسرش نامه نوشت و گفت انگشتری خودت رو بفروش و به جای او یک انگشتری آهنی کم قیمتی به دست کن تا برای دیگران هم الگویی و درسی باشد. باری از لحاظ تاریخی هرچه باشه پیام قصه کاملا روشن است و او اینکه انسان میتواند انگشتش بی انگشتری باشه اما روا نیست که دل خلقی اندوهگین باشه. ببینید چند تا نکته در اینجا وجود داره، حالا قصه های دیگر هم از همین باب میخونیم که بدانیم که سعدی اینجا دقیقا تیر رو به کدام هدف افکنده است. اولا وقتی که سعدی دعوت به عدالت میکرد بیش از این که به توزیع قدرت دعوت بکنه به توزیع ثروت دعوت میکرد. چیزی به نام توزیع قدرت، تقسیم قدرت در آن روزگار مطرح نبود، همیشه یک حاکم خودکامه‌ای بر سر کار بود، همه قدرت‌ها بدون اینکه تقسیم بشوند، این قوه قضاییه و تقنینیه و مجریه همه در دست او بود، هم فرمان می‌داد، هم اجرا می‌خواست، هم فرمانده لشکر بود، هم خودش قضاوت می‌کرد، هم قانون می‌گذاشت، سخنش عین قانون بود، همه کار میکرد و لذا همه کس به او پناه میکرد. این حکایت ها برای ما ناآشنا نیست، چه در روزگار قدیممان چه در روزگار حاضرمان، و لذا کسی چون سعدی نمیتونست به او بگه قدری از قدرت خودت رو به دیگران ببخش. اصلا تئوری نداشت برای این کار، این فلسفه میخواست، این تأملات فیلسوفانه در سیاست میخواست، اون هم نه توسط یک کس بلکه توسط یک جمع، و این کاری بود که بعدها در تاریخ تفکر و خصوصا در اروپا صورت گرفت و رفته رفته قدرت‌ها رو که از دست کسی گرفتند چون قائل به آنارشیزم و هرج و مرج اجتماعی نبودند، این قدرت‌ها رو تفکیک و تقسیم کردند و به دست نهادهای مختلف دادند تا همدیگر رو چک کنن، بالانس کنن و کسی نتواند قدرت متراکم در دست خود داشته باشه.
لذا هیچ جا شما در نه در شاهنامه، نه در مثنوی، نه در حافظ، نه در بوستان سر، هیچ جا سخن از تقسیم و توزیع قدرت نمی‌شنوید. چنین نصیحتی به حاکمان نمی‌رفت. صوفیان ما که تکلیفشون روشن بود، اساساً می‌گفتند که قدرت یه آتشی است که هر چه به اون نزدیک بشی دامن جامعه تو بلکه خودت رو می‌سوزانه. لذا فاصله بگیر، فاصله به هزارها کیلومتر فاصله بگیر، نزدیک نشد. اما اونچه که می توانستن توصیه کنن معقول و ممکن بود در روزگارانها، توصیه به توزیع ثروت بود، به اینکه این مالیاتی که می گیرید، این هدایا که برای شما می آورند، اموالی که جمع می کنی همه رو تو خزانه خودت نگه ندار و تو امین مردمی، اینها رو با دیگران قسمت کن و نگذار که دل خلقی اندوهگین باشه. اون هم نه فقط در روزگار قحطی، همیشه به منزله یک روال، به منزله یک رویه جاری، تا اینکه رعیت از دو آسوده خاطر باشن، وقتی هم که دشواری پیش آمد این رعیت بتوانن پشتیبان تو باشن، ولی وقتی دل آزرده باشن هنگام سختی به تو پشت میکنن. اینجاست که میگوید که عمر ابن عبدالعزیز برخلاف بسیاری کسانی دیگر که پولها رو جمع می‌کردن، این دستور داد که انگشتری او رو بفروشند و خرج کنند و به یتیم و فقیر و دیگران قسمت کنند. مشهور است میگن وقتی که هلاکو خان بغداد رو فتح کرد و المستعصم بالله آخرین خلیفه عباسی رو دستگیر کرد و بعد در خزانه او رو گشود، پول بسیار زیادی در اونجا دید و به او گفت که این سکه های طلا رو چرا جمع کردی؟ چرا به لشکریانت ندادی که بخورند و اکنون از تو دفاع کنند؟ یه مش سرباز گرسنه نگه داشتی، پولها رو هم در خزانه انبوه کردی و انباشته کردی و الان هم به دست من گرفتار آمدی. این نصیحتی بود که به هر حال اینا می کردن ولی گوش شنوایی هم وجود نداشت. نتیجه که من می خوام بگیرم، حالا ما که با پادشاهان روبرو نیستیم و به اونها هم نصیحت نمی کنیم، بکنیم هم به خرجشون، به گوششون نمی ره، بحث اونها نیست. اولا در روزگار ما کسانی هستن که به قدر پادشاهان قدیم ثروت دارن. ما حالا خیلی سخن می گیم از ثروتهای افسانه‌ای و کاخهای افسانه‌ای پادشاهان و حاکمان قدیم. باور کنین همه ثروت اونا رو هم میریختن، قد یه آدم ثروتمند متعارف امروزی نمیشد. یعنی خونه و زندگی بسیاری از ماها، ایشالله شما از همه پادشاهان برتر باشید، درآمدی که هست، ثروتی که هست، خانه‌ای که هست، رفاهی که هست، از اونا خیلی بیشتره. در قیاس با اونها ما پادشاهیم، سلطنت میکنیم. خب حالا این نصایح رو به خودمون بگیریم، یعنی فکر کنیم که جناب سعدی از 700 سال پیش ما رو هدف قرار داده و اینها رو در گوش ما میخونه. واقعا این فقط نباید عمر ابن عبدالعزیز بگه، این نباید خطاب به یه پادشاهی باشه. من خودم هم باید به خودم بگم مرا شاید انگشتری بینگین، نشاید دل خلقی اندوهگین. انگشتری هم که مثال است، کنایه از ثروت است، کنایه از زینت است. بسیاری از چیزها که ما داریم زائد است، زینت است و بدون اونها هم میتونیم زندگی بکنیم. حالا معناش هم این نیست که آدم در خونه فقرا بره و به اونا ببخشه، اما میتواند سازوکاری رو فراهم بیاورد که این زینتهای زائد، بسیاری از این اموری که در زندگی حقیقتاً به کار ما نمیاد اما ممکنه گره از کار دیگری بگشاید، چه در این دیار، چه در مملکت خود ما در ایران که خب ماشاءالله از این بینوایان کم نداریم. به هر حال باید به فکرشون بود. این یه چیزیست، یه مقوله‌ایست، من اینجا بارها تأکید کردم چون یادمون رفته، ما یادمون رفته و خدا نکنه که زندگی در این دیار و در این تمدن و در این کالچر که مبتنی بر گرید، بر طمع است، ما رو هم با خودش مثل سیلاب ببرد و این خصلت نکوهیده در ما هم ریشه پیدا بکنه و انسان فکر کنه هر چه بیشتر جمع کنه بیشتر آدمه. من هستم چون دارم، من آدمترم چون بیشتر دارم، من از تو بهترم چون بیشتر دارم و امثال اینها. این تفکری که ناآگاهانه در آدمی رسوخ پیدا میکنه
و گمان میکند که برعکس این چه هرچه آدمی سبکتر باشه، هرچه زوال تعلقات بیشتر باشه، هم خودش راحته و هم به دیگران راحتی میرساند. این پیامی است که سعدی در این داستان داره. داستان بعدیش که در همین باب میاد و اون رو هم باز فکر میکنم که همه ما شنیده باشیم، ولی من مایلم که بخوانم. چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. یادتونه دید، پس شما این شعر رو فراموش نکردید. چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل. بخوشید سرچشمه های قدیم، نماند آب جز آب چشم یتیم. نبودی به جز آه پیرزنی، اگر بر شدی دودی از روزنی. بعد سعدی میگوید که در این ایام و در این قحطی شدید به پیشم در آمد یکی دوستی، نمانده از او بر استخوان از او پوستی. خلاصه به او گفتم که تو چرا اینجوری شدی؟ گفت نبینی که سختی به غایت رسید، مشقت به حد نهایت رسید. به او گفتم که اگر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بط راز طوفان چه باک. نظر کرد رنجیده در من فقیه، نظر کردن عالم اندر سفیه. بله، که اگر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بط راز طوفان چه باک. او به من گفتش که من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رخم زرد کرد. نخواهد که بیند خردمند ریش، نه بر عضو مردم نه بر عضو خیش. یکی را به زندان درش دوستان، کجا ماندش عیش در بوستان. خب غمخواری دیگران است دیگه. و اینکه داستان خیلی جالبی بعد از این بلافاصله سعدی میگوید که شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. اصل داستان از یک صوفی است که سعدی به این شکل برآورده. نکته ای که اینجا هست، میگه دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. یکی شکر گفتند در آن خاک و دود، که دکان ما را گزندی نبود. جهان دیده ای گفتش ای بلهوس، تو را خود غم خیشتن بود و بس. نصف بغداد در آتش سوخت. میگفت کسی رفت بازار مغازه خودش رو باز کنه، دید مغازه خودش سالمه، نسوخته. گفت الحمدلله، خدا رو شکر که مغازه ما نسوخته. یک جهان دیده کاردان حق شناسی دیدش، گفت فقط غم خودتو میخوری، فقط فکر خودتی، این همه خانه و مغازه سوخته، چون مال تو فقط مونده خوشنودی. گفتند که صوفی بود در بغداد و همین رو گفته بود. گفته بود که 30 سال است از یک الحمدللهی که گفتم استغفار میکنم، و همین داستان رو گفته بود. گفت رفتم در مغازه خودم، دیدم نسوخته و بقیه مغازه ها سوخته. گفتم الحمدلله، خدا رو شکر. یادتون باشه همه جا الحمدلله خوب نیست، همه جا خدا رو شکر خوب نیست، یه جاها خیلی بده، خیلی ناشکریه. دیدم همه مغازه ها سوخته، مال من نست. گفتم خدا رو شکر مال من نست. بعد میگفت یک مرتبه متنبه شدم که چه حرفی بود من زدم، چه قفلتی از حال دیگران. 30 سال است که استغفار میکنم و هنوز اون عذاب وجدان من رو رها نکرده است. و حقیقتا هم همینطوره. قصه ها رو میبینید دیگه، یعنی میبینید که سعدی چگونه اینها رو از پس هم می آورد و چگونه درس غمخواری و رواداری به ما می آموزد و درس عدالت پروری به پادشاهان و این مقوله‌ای به نام دیگری رو همیشه در نظر داشتن. امروز فیلسوفان اخلاق تعدادشون اساساً به مقوله دیگری بسیار می پردازن. اساساً میگن تعریف علم اخلاق و تعریف اخلاقی بودن یعنی فکر دیگری بودن. مادامی که دیگری در میان نباشه، اخلاق شما تام و کامل نیست. ممکنه شما فکر کنید که من خودم آدم خوبی باشم که البته نیکوست، حسد نداشته باشم، بخل نداشته باشم، کینه نداشته باشم و غیره و غیره، اما اینا همش هنوزم میشود گفت که توی دایره خودخواهی است. البته خودخواهی ممدوح، نه خودخواهی مذموم.
ما خودخواهی مذموم داریم که اون دیگه خدا به خدا بعد پناه، اما خودخواهی ممدوح هم داریم. بالاخره ما سعادت خودمون هم میخوایم، آبروی خودمون رو میخوایم، خوشبختیمون رو میخوایم و غیره. اینا اشکالی نداره مادامی که به نحو صحیح و اخلاقی تأمین بشه، اما هنوز در دایره خیشتن ماندن است، هنوز در دایره خیشتن ماندن است. ولی اخلاق از جای شروع میشه که شما قدم بر روی خیشتن بگذارید. خنک اون که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن، دیگری مقدم داشته بشود، اولویت با دیگری باشه، دیگری رو وارد خانه خودتون بکنید، وارد محاسبات خودتون بکنید. از اینجا در واقع اخلاق به معنای دقیق کلمه آغاز می شود، شروع می شود. قبل از او شما هنوز یک آلودگی ها و آمیختگی های از خودخواهی دارید که باید اونها رو درمان بکنید. بهشت خودتون رو می خواهید، بهشت دیگران رو هم بخواید. از جهنم می خواهید نجات پیدا کنید، دست دیگران هم بگیرید از جهنم نجات بدید. گاهی من دیدم در فلسفه های جدید میگن مذاهب اگویستی هن، یعنی خودخواهانه هن. به پیروانشون میاموزن که فکر نجات خودتون باشید، فکر این باشید که به بهشت برید، به جهنم نروید. و خب واقعا گاهی آدمیان ممکنه اینطور باشن، ولی ما در روایات داریم که پیامبر یا دیگران برحال برای دیگران دعا می کردن. دعای دیگران رو باید بر خود مقدم داشت. اینا چیزی که ما فراموش می کنیم و فکر می کنیم تکی می شه رفت بهشت. خلاصش اینجوری نمیشه. جمعی می رویم به بهشت. باید دست دیگران هم بگیریم، دیگران هم ما رو دستمون رو بگیرن، یه مجموعه ای، یه دمونستریشنی را بندازیم و همطور به در بهشت بکوبیم و به تو برویم. تمام این توصیه های سعدی که تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. درسته، من یه بار نکته رو گفتم، حالا اینجا هم این رو میگویم. گفتند که این سخن رو سعدی از کلمات پیامبر اخذ کرده است، که در روایات هست که پیامبر فرمودند که مثل المؤمنین فی توادهم، مثال مؤمنان در محبت ورزی نسبت به یکدیگر مثل پیکر است که وقتی که رنجی میبیند این پیکر، بقیه اعضا هم تداعا له بالحمى و السهر، با تب و با شب زنده‌داری با اون عضو رنج دیده همدردی و هماهنگی میکنند. یعنی شما مثلا گوشتون درد میکنه، بعد تبم میکنید، بعد خوابتون هم نمیره، همه بدن جواب میده، همه همدردی میکنن. خب این روایتی است منقول از پیغمبر، من نمیدانم باز روایت معتبری است یا نه، اما نقل کردم. و اینکه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب من اون روایت رو کاری ندارم، اما هرچه که هست سخن سعدی یک پله از او جلوتر است. اونجا گفته شده است که مؤمنان با یکدیگر این چنینند، اینجا سعدی میگه آدمیان با یکدیگر این چنینند. و ما این سخن رو امروز بیشتر لازم داریم که آدمیان با هم چنینند، نه فقط مؤمنان. یعنی اینطوری نیست که مؤمنان دست مؤمنان رو بگیرند، فقط دست همه رو باید بگیرند. ما همه بندگان یک خدا هستیم و یک صاحب بیشتر نداریم و خداوند به هیچ قومی نزدیکتر از قوم دیگری نیست. ما همه فاصله یکسان با او داریم. یک جمله خیلی زیبایی است که از مورخان آلمانی، ما همه با خداوند فاصله یکسان داریم، به هیچ کس نزدیکتر نیست. ما خداهای قبیله‌ای درست کردیم. ما خدایی رو که الان بیشتر مردم رو میپرستن خدای شیعیان است، خدایی است که نظر ویژه به شیعیان داره، خدایی است که روز قیامت برای این شیعیان یک راهکارهای خیلی ساده و مشخصی فراهم کرده که به بهشت برن. این که بعضی از مورخان نوشتن که
ولو اینکه پیامبران اومدن و خدای واحد رو معرفی کردن، اما دوباره شرک و چند خدایی به صورت‌های مختلف توی ادیان رواج پیدا کرد و این چند خدایی به طور کامل زدوده نشد. واقعا این رو باید قبول کرد. هر قومی امروز خودشون قوم برگزیده خدا میدونن. حالا مسیحی‌ها یه جور، اونا یه جور. مسیحی‌ها که خب صریحا میگن که از طریق عیسی به بهشت میشه رفت، هیچ راه دیگری وجود نداره، برای اینکه عیسی گفت I am the way. این خب جمله عیساست در انجیل و بارها این رو کشیشان و روحانیان مسیحیت تکرار میکنن که عیسی راه است، تنها راه است، the way، و خواه ناخواه بعد از اون مسیر وارد بهش شد. ما مسلمانان که خب بدیهیست چی داریم میگیم؟ شیعیان هم که خب خودشون رو قوم برگزیده میدانن و معتقدن که گل سرسبد آفرینشن و بهترین طریقه و رویه رو در میان مسلمان ها دارن و بعدم تازه اینا ساب گروپ وجود داره، هر جا بازاری ها برای خودشون یک جور، روحانی ها برای خودشون یک جور، چون روحانیون میگن هم سوره ما درسته، مال بقیه غلط نماز میخونن، ما حتما میریم بهش. ببینید دوستان گرامی، این جور تقسیم بندی ها و این تفرقه ها ما رو از اندیشه های راستین دینی و توحید اصیل دور میداره و قرنخاری خلق رو، قرنخاری آدمیان رو از نظر ما دور نگه میدارن. نمیفهمیم که همه باید به یک چشم دیده شدن. یک طبیبی در خارج کشور از من سوال میکرد که حالا ما اینجا هستیم و این همه درس خوندیم، حالا به این بالاخره کافران داریم میرسیم، این طبابت خودمون، علممون، حرفمون رو خرج اینا میکنیم، آیا این درسته؟ بهتر نیست که بلنشیم بریم ایران جای دیگه مؤمنین رو علاج کنیم؟ خب ببینید ظاهر کلام برای یک کسی که اهل این تفرقه های دینی است شاید خوشایند باشه، ولی خیلی مغز تلخی داره، خیلی مغز تلخی داره، خیلی بدآموزی در اون موج میزنه. من این شعر ناصر خسرو رو براش خوندم، خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نه برکن از این نهال و نبشکن. همه ما درختایی هستیم که خدا ما رو کاشته، یه باغبان ما بیشتر نداریم، یک باغبان بیشتر نداریم. این باغبان خیر همه ما رو میدهد، این باغبان سعادت همه ما رو میدهد. اینطوری نیست که ما ها خیال کردیم خدا همه دنیا رو ول کرده و چارچشمی داده ایران و روحانیون و قم رو میدهد و فقط خاطر اونا رو میدهد. والله این فکر هست دیگه در ما، اینا هست که ما اینجوری ها فکر میکنیم. مگه نبود اون رئیس مجلس خبرگان که گفتش که این نمایندگان مجلس رو همین جمعه قبل امام زمان همه یه سند نمایندگیشون امضا کرده؟ همینو گفت دیگه، یعنی اگر قرار نماینده بشن بقیه دنیا خدا کاری نداره، شیطان اونجا مسلطه، فقط یه تیکه کوچکه که هم امام زمان هم پیغمبر هم خدا هم ملائکه به فکر اونجا و قم اونجا رو میخورن. اینا اندیشه هاییست به غایت غیر اخلاقی، به غایت غیر دینی. کاش که این علمای ما همین بوستان رو میخوندن، کاش که همین مثنوی رو میخوندن، کاش که همین کتاب ها، نه فقط احادیث رو، همین هایی که اونا رو به زبان ساده تر در آورده. من یک کمی دارم از موضوع بیرون میرم ولی اشکالی نداره، برای اینکه دنباله یک کلام سعدیست. یه بار در مشهد بودم، من میرفتم درس میدادم اونجا، خدا رحمت کنه دکتر خاجویان که استاد تاریخ بود و من رو دعوت کرده بود فلسفه تاریخ درس میدادم، هر دو هفته یه باری پروازی به مشهد داشتم. یک شب آمد و این قصه مال 1360 چنده، یک شب ایشان آمد به من گفت که معلمین دروس معارف میخوان شما رو ببینن و نشستی با هم داشته باشیم. عموماً هم روحانی بودن، معارف اسلامی در دانشگاه ها درس میدادن. آمدند و شب جمعه بود و نشستیم و در یکی از دفاتر اتاقهای دانشگاه بود و به من گفتن که ما میخواییم ببینیم، البته چیزای دیگه ای گفتن، من اونا رو نمیخوام بگم، خلاصش گفتن ما میخواییم موفق بشیم تو کارمون، ما چه کار کنیم؟ گفتن دوستان عزیز شما هیچ کدومتون بوستان رو از اول تا ته خوندین؟ گفتن نه. گفتن هیچ کدومتون مثنوی رو از ابتدا تا انتها خوندین؟ گفتن نه. گفتم هیچ کدومتون نهج البلاغه رو از اول تا آخرش خوندین؟ گفتم نه. باور کنید
گفتم که یک کتاب حدیثی هست به نام تحف العقول، یک جلدیه، یک جلد فقط، احادیث ائمه اطهار است، یک جلد. گفتم شما این کتاب تحف العقول رو از ابتدا تا انتها خوندین؟ گفتن نه. گفتم خب دیگه چی از من شما دارین سوال میکنین؟ شما چی دارید از من سوال میکنین؟ شما فنتون اینه، اینا رو باید حفظ باشین. شما مگه کار دیگه دارین تو دنیا؟ شما معلمین، معارف هم دارین درس میدین، شما باید نهج البلاغه رو حفظ باشین، شما باید بوستان رو حفظ باشین، باید گلستان رو، باید مثنوی رو، حافظ رو، اصلا حفظ شما کار دیگه ندارید. شب تا صبح با اینا نشستید، یا پای رادیو یا شعار یا کتابای دست پنجم و دست ششم خوندن، یا هم دانشجوها رو سرگردوندن و جواب درست بهشون ندادن. گفتم چرا این کارا رو میکنید؟ جوانید، اینا رو بخونید، هم به خاطر خودتون در روح خودتون اثر میذاره، هم حرف برای گفتن دارید، هم حرف تا اقلا اگر رونق بازار خودتون رو هم میخواید اینا رو بخونید. حالا عمل کردن به اینا پیشکش، رونق بازار، رونق کلاستون رو هم میخواد، شما دو تا شعر مثنوی بخونید، دو تا غزل حافظ، هم کلامتون شیرین میشه، گرم میشه، هم فضا رو در اختیار میگیرید، هم نکته میآموزید به شاگرداتون. چند قرن مردم ما با اینا زندگی کردن، از اینا درس گرفتن و روحشون رو پروردن، ذهنشون، مغزشون رو غنی کردن. خب همینه دیگه، یعنی متاسفانه مشکلات اینهاست که یکیشون همینه که خب همین غمخواری، به فکر دیگران بودن، اینو باید یاد گرفت. این چیزی نیست که ما فکر کنیم ما بلدیم از بچگی، اینطوری نیست. و خانواده ها باید به بچه هاشون یاد بدن، یعنی باید بهشون بگن بودجه و درآمدی که ما در ماه داریم اینقدرش خرج فرهنگ میشه، اینقدرش رو کتاب میخریم، اینقدرش رو فیلم میبینیم، اینقدرش خرج کسانی که ندارند میشه. یه حساب و کتابی باید باشه. فرزند شما باید این رو بدونه که شما اینطوری نیست که هر وقت یه چیزی زیاد اومد باید ببخشید به دیگری، هر وقت که نمیخواستید و مخارج، نه اینطوری نیست، قرار معین و مقرری باید باشه. اینو فرزند شما وقت میبینه تو زندگیتون، میاد از شما یه چیزی میخواد، شما بهش میگی این ماه نمیتونم بگیرم، این مقدار سهمیه که مونده سهمیه فرهنگی خانواده ماست یا سهمیه دیگران هست، مال ما نیست، باید از مخارج ما خارج بشه، هزینه جای دیگری بشه. وقتی اینجوری شد شما عمل کردید به این که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشو، و الا همین آش است و همین کاسه. سعدی رو ما میخونیم و دیگران رو که به هر صورت این نکات رو از دست اینها بیاموزید. خب من اشاره کردم که سعدی در دوران این سخنان رو میگفت که قصه توزیع قدرت هنوز مطرح نبود و از او انتظارم نمیشه داشت که درس دموکراسی بده به حاکمان و اینا. درس عدالت میداد و درس قانون میداد، اما قانون شرع، درسته؟ پس دو تا درس میداد، یکی عدالت میداد که عمدتاً عدالت او ظلم نکردن بر رعیت بود و توزیع ثروت، و درس عمل به قانون که قانون هم شرع بود. نبی حکم شرع آب خوردن خطاست، و اگر خون به فتوا بریزی رواست. حکم شرع آبم بخوری گناهه، اما با حکم شرع خونم بریزی ثوابه و درسته. مفهوم دیگری از قانون هم وجود نداشت. ما الان یعنی از مشروطه به این طرف واقعا وارد دوران دیگری شدیم. اولا تفکیک قوا به هر حال آمد در میان ما و در همون قانون اساسی مشروطه هم نوشته شد. قانون هم از مفهوم قانون شرع بیرون آمد که خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. گرچه که امروز این دوتا با هم آمیخته شده و تو مملکت ما هنوز با هم رقابت میکنن، ما یه قانون نداریم، گاهی قانون شرع جلوی این قانون میپیچه، گاهی این قانون جلوی قانون شرع میپیچه، دقیقا مثل تاریخ ما، دوتا تاریخ ما داریم،
اون موقع که ما تو ستاد انقلاب فرهنگی بودیم، من یادم به آقای میرحسین موسوی که نخست وزیر بود اینو یادآوری کردم، گفتم این دوتا تاریخ ما یک سرنوشت خاص ملت ما، یه وقت تاریخ قمری جلو شمسی میپیچه، یه وقت شمسی جلو قمری میپیچه، و این در واقع سرنوشت ماست، حکایت حال ماست. عاشورا میشد یه دفعه عید نوروز مثلا میافتاد به ماه رمضان، میافتاد به عاشورا، میافتاد به محرم. این ملت عزا میگرفتن که بالاخره عزا بگیرن یا شادی بکنن، برای اینکه دو تاریخ هست. دو قانونی هم عیناً این رو داریم. گذشته های ما، آبا و اجداد ما یه قانون داشتن و قانون شرع. در کشورهای دموکراتیک قانونی مثل آمریکا یه قانون دارن، اونم قانونه که پارلمان تصویب میکنه، تمام شد. ما هنوز گرفتار دو قانونی هستیم، همچنان که گرفتار دو تاریخی هستیم. خب گوش میکنید، این که یه عده‌ای گفتن ما دوچار شیزوفرنی فرهنگی هستیم، اسکیزوفرنی یعنی دوپارگی تاریخی و دوپارگی روانی، به همین دلیل است. یعنی بسیاری از چیزا هنوز سرت نشده، هنوز به درستی به جای خودش ننشسته، هنوز این سبزی خوردن اونطوری که باید پاک نشده، با آشغالا قاطی است و گاهی از این میخوریم گاهی از اون میخوریم، هنوز مرحله گذاری رو که باید طی کنیم طی نکردیم. لذا قانون نزد ما واقعا جا نیفتاده. قانون از مهمترین مفاهیمی است که در جهان جدید کشف شده و به اجرا در آمده. ما همیشه فکر میکنیم اتم مهم بوده که کشف شده، الکتریسته یا نام جاذبه و غیره. باور کنید در عالم انسانی مفهوم قانون از فربهترین دستاوردهای تاریخ بشر است. و از قانون مهمتر که باز از اونم ما غافلیم، مفهوم حقه. برای اینکه قانون میتونه همش مبتنی بر تکلیف باشه، من اینها رو جاهای دیگه توضیح بیشتری دادم، اما وقتی که پای حق یا حقوق در میان میاد، اون موقع قانون اساساً معنا و محتوای دیگری پیدا میکنه. اینا هیچ کدومش متعلق به دوران سعدی نیست، از اون انتظارم نداریم، اما وقتی که میخونیم باید به خودمون یادآوری کنیم که اولا آدمیت چقدر پیشرفت کرده، ما از کجا به کجا رسیدیم. از روزگاری که قانون فقط قانون شهر بود، بعد رفته رفته مشروطه شد و تفکیک قوا اومد، بعد مفهوم قانون اومد، اما شهر کنار نرفت. امروز دوباره همون دوگانگی و دایکوتومی تجدید شد، مفهوم حقم هرگز به بیان نیامده است. در کشور خودمون حق به نظر من یکی از مفاهیم مهمی است که مثل ناموس، توجه میکنید در میان ماها دیدید ناموس خیلی مفهوم محترمی است، و ببخشید اگر به یک کسی بگن بی ناموس یعنی دیگه بدترین انسان ممکن روی زمین، درسته؟ مفهوم حق باید برای ما یک چنین معنای پیدا بکنه، یعنی کسی که حق کسی رو زیر پا میگذاره همون آدمی است که اون کلمه بر او صادقه. این از اون چیزهاییست که از ما غائب است، بنابراین به راحتی حق ما رو میخورن و به راحتی قانونهایی برگزار میکنن که ممکنه متضمن حقوق آدمیان نباشد. سعدی رو که میخونیم باید بدانیم که این کلام دنباله‌ای دارد. من یه وقتی تو جامعه خودمون میگفتم که ما دو کس کم داریم، دو تا چهره کم داریم و ای کاش میداشتیم. حالا امشب میخوام بگم سه تا. از اون موقع تا حالا اون دوتا به ستا رسیده. اون دوتایی رو که یادمه در دانشگاه تهران در دانشکده فنی سخن میگفتم، تم اولا ما یه گاندی کم داریم، ما یه گاندی میخواییم که به ما درس عدم خشونت بدهد. تمام توفیق گاندی همین بود که مبارزه بی خشونت میکرد و به قوم خودش آموخته بود که این مسیر مسیر پیروزی است، ولو اینکه دیر بکشد و به درازا بکشد، ولی نهایتاً صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد، و مهمتر از همه این که هر چیزی میوهی مثل خودش میده. با خشونت اگر رفتار کنی میوه خشونت میدهد، با مهر و محبت و با نرمی و با عدم خشونت اگر عمل کنی وقت مهر و محبت نتیجه میده. این که میگن هدف وسیله مهم نیست، هدف مهمه، اصلا حرف درست نیست. وسیله هدف رو میزاید، وسیله هدف رو به شکل خودش در می آورد و می آفریند. اگه وسیله شما مهرآمیز باشه مهر نتیجه میده، اگر با آتش باشه وقت آتش از دلش میاد. گفتم ما
فضای جامعهمون پر از خشونت است از در و دیوارش. یه گاندی ما لازم داریم، دوم اینکه یه حافظ هم لازم داریم، چون حافظ ناقد جامعه دینی زمان خودش بود، یک ناقد هوشمند و سخنگوی کاردان و حق گزار. بیشترین اهمیت حافظ در همین است، چه به صراحت و چه در لفافه جامعه دینی زمان خودش رو نقد کرده است. جامعه‌ای که غلیظ بود، یعنی از فرط تشرع و تقدس خفه می شد و برای دیگر فعالیت‌های آدمی یا ابتکارات او جایی باقی نمی گذاشت. یک دین ماکسیمالیسم مقدس مآب متشرع نما و پر از هیمنه و سهمگینی و سنگینی. خب حافظ این رو کنار می زد، خیلی هم جسورانه و چنان که گفتم فتوا می داد به گناهان کوچک به شرط اینکه آدمیان گناهان بزرگ مرتکب نشوند. این خلاصه اخلاق شناسی حافظی بود و می گفت که مردم آزاری نکنید، مهمترین حرفش این بود. بقیه تقریبا مجاز است، اگه خواستی تو منزلتونم یک پیمان شراب بخوری، مادامی که به دیگران رنجی نمیرسانی دیگه خودت هستی و خدا باید بری جواب او رو بده. گفتم ما در جامعه خودمون یه حافظم میخواییم که به مردم بگه اخلاقی بودن یعنی چی. فضولی کردن تو کار دیگران نیست، مردم آزاری کردن نیست. بدیها درجات داره، بدیهای خیلی بزرگ داریم، بدیهای کوچک داریم. به خاطر اون بدیهای بزرگ را نکردن میشه از بدیهای کوچک چشم پوشی کرد. همه چیز رو از همه کس یکسان نمیشه توقع داشت. حالا امشب خدمت شما میگم ما یه سعدی هم کم داریم. حالا اگر نیست، گفت چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. حالا کتابش که هست، اگه خودش نیست که بیاد و این نصایحی رو که به سلاطین و قدرتمندان اون روزگار میکرد صریحاً اگر بهش جایی میدادن و جانی براش باقی میگذاشتن، اگر میتوانست باشد و سخنی بگوید، دست کم سخنانش امروز برای ما شنیدنیست. من ابیات سعدی رو در همین بار میخوانم و سخنم رو به پایان میبرم. شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. یکی شکر گفتند در آن خاک و دود، که دکان ما را گزندی نبود. جهان دیده ای گفتش ای بلهوس، تو را خود غم خیشتن بود و بس. پسندی که شهری بسوزد به نار، اگر چه سرایت بود بر کنار. به جز سنگ دل ناکند معده تنگ، چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ. توانگر خود اون لقمه چون میخورد، چو بیند که درویش خون میخورد. مگو تن درست است رنجوردار، که میپیچد از قصه رنجوروار. تنک دل چو یاران به منزل رسند، نخسبد که واماندگان از پسند. اگر در سرای سعادت کس است، ز گفتار سعدیش حرفی بس است. همینت بسند است اگر بشنوی، که گر خارکاری سمن ندروی. و السلام علیکم و رحمت الله. زمین سپاس از جناب آقای دکتر سروش. اگر دوستان سوالی دارن، طبق همیشه که خواسته من همیشه اینه که سوالاتونو کوتاه بفرمایین. اگر کسی سوالی داره میتونیم آماده بفرمایین. جنابالی فرمودی که دیدگاه خداوند به بشر تمام مذاهب و ادیان و مختلف به انسانه، به همه شون انسانی نگاه میکنه. من دیدم ببینم این کسی آرزوهای شماست، یا این که اگر ما به معتبرترین از حدیث رو باید بگذاریم، بلکه به معتبرترین منابع اسلامی مراجعه کنیم که همون قرآنه، آیا میتونید ادعا بکنید که دیدگاه خداوند اونچنان که در قرآن اومده نسبت به مسلمان و یهودی و مسیحی و حتی اونهایی که مذهبی ندارن همه اینا یکسان بهش نگاه کرده و هیچ وقت یکی از این گروه ها رو مضمون و به طور منفی بهشون نگاه نکرده، میتونید این ادعا رو بکنید؟ خب
چیزی میخوایی بگید؟ نه بفرمیشون بس این همین با همین مسکنی بله از میشود که خب این داستان مفصلیست، قصه بلندیست و شاید همین رو هم نشه گفت. ببینید من میدونم شما به چی نظر دارید، به دوران پیامبر، جنگ هایی که ایشون داشته و آیاتی که در قرآن هست در مورد کفار و مشرکین و دیگر قضایایی که همه ما با اون آشنایی داریم. ملاحظه کنید اون چی که من میفهمم از این آیات و اون خشونت هایی که به اصطلاح در قرآن از آنها سخن رفته است، یکیش در مقابل کسانی است که پروای حقیقت رو ندارند، یعنی دشمن حقیقت هم در واقع. ما هم امروزه خب خوشم نمیاد از کسانی که اگر حقیقت رو به اونها نشون بدید اینا میگریزن یا سعی میکنن که مخدوش بکنن یا مسخ بکنن، چیزیست که شاید هیچگاه برای هیچ قومی قابل قبول نباشه. اما نکته مهم دیگر این است که ببینید چه اتفاقی افتاد در زمان پیامبر. یک کسیست آمده و یه مکتبی رو آورده و در راهش فداکاری میکنه، کسانی هم به دور او جمع شدن و ایمان آوردن و فداکاری میکنن و حق خودشون به اصطلاح امروز میدانند که واجد اندیشه ایدئولوژی تازه‌ای باشن و بر وفق ایمان و اعتقادات خودشون عمل کنن. یه عده دیگه آمدن و میگن ما نمیذاریم این کارو بکنیم، شما باید برگردید به همون دین سابق پدر مادریتون، ما نمیذاریم شما بت پرستی نکنید، باید بت پرستی بکنید، ما نمیذاریم شما یه جمع تازه‌ای باشید و خودتون عقاید خودتون رو داشته باشید. به هر حال دعوا میشه دیگه و این دعوا که میشه دیگه خیلی مسائل پیش میاد. اگر که اینها به هم دیگه کاری نداشتن به اصطلاح، یعنی یه قومی راه خودشون می‌رفتن اونای دیگه هم راه خودشون می‌رفتن، اتفاقی نمی‌افتاد. ولی واقعش این است که این نزاع‌ها ناگزیر رخ داد. فقط هم جنبه ایران اومدن گفتن که به عرب که شما هر ندید، آها شما هم حمله عرب به ایران رو دارید میگید. آها خب حالا اون یه بحث دیگه است. من اینجا داشتم توی آغاز کار رو می‌گفتم که به اصطلاح نه، عربا که به ایران حمله کردن اصلا مسئله اسلام نبود. آقا این یه از اشتباهاتی است که ما میکنیم. اولا ما تطهیر نمیکنیم عربا رو، خیلی آدمای توشون بودن عجیب و غریب. ممکن عربا قبلا از ایرانی ها ظلم دیده بودن. شما شاپور ذوالاکتاف رو شنیدید اسمش رو؟ بله، شاپور دوم که شاپور ذوالاکتاف بود، ایشون اصلا بهش میگفتن تو تاریخ خود ما ایرانیان نوشته شاپور، برای اینکه کتف عربا رو سوراخ کرده بود، تناب توش رد کرده، ظلم دیده بودن از ایرانی ها. بعدم خب سکوت کرده بودن برای اینکه زورشون نمیرسید. به قول سعدی، ناسزایی را که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار، باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برار. نشستن تا قوت و قدرت گرفتن. وقتی که پیغمبر اومد و اینا اتحاد بینشون پیدا شد، ضعف عربا همون نزاهای قبیله‌ای، وقتی اتحاد بینشون پیدا شد و قدرتی گرفتن و زیر چتر ایدئولوژی واحدی در آمدن، ایران هم که رو به ضعف می رفت، یعنی در طول 2 سال 10 تا پادشاه عوض کرد در هم دورانی که پیامبر اسلام در مکه بود. اینا دیدن وقتشه، وقتشه که حمله کنن. هم رنج دیده بودن، فرمان پیامبرم رو هم رنج دیده بودن، هم احساس قدرت می کردن، همان بله آدم بودن، آدم هم دنبال غنیمت هم هست، دنبال قدرت و ظفر هم هست، بله ریختن. و به قول مرحوم زرینکو، ایران شکست نخورد در مقابل اعراب، از تلنگر اعراب فرو ریخت. اصلا اینا اونقدر زور نداشتن که ایران ساسانی رو به زانو درارن، انقدر این بنا فرسوده بود که با یه ضربه این فرو ریخت. اگر منظورتون اونه، بله اون اتفاق افتاده و اون اتفاق رو اینجوری نمیشه تفسیر کرد که شما فکر میکنید. بعدم اصلا اسلام نبود، برای اینکه همه مورخان نوشتن که عرب ها که هجوم آوردن اصلا به کسی نمیگفتن یا مسلمان شد، فقط در فکر فتح سرزمین بودن. حالا این کار خوب بود یا بد بود یه بحث دیگریست، اما در فکر فتوحات بودن و در فکر غنایم بودن. حتی بالاتر از این،
در یه جاهایی دوست نداشتن مردم مسلمون بشن، برای اینکه میگفتن جزیه‌ای که ما از شما میگیریم بیشتر است از مالیات خمس و زکاتی که شما میخواید بدید، پس همون طوری نامسلمان بمانید تا ما از شما جزیه نامسلمانی بگیریم. این اتفاقا این عمر بن عبدالعزیز که حالا امشب نامش همینجا آمد در تاریخ هست که نامه ای نوشت به حکمرانان خودش، گفت که خداوند پیامبر رو ان الله بعث محمدن رسولا ولا و ما بعثه جابیا، جابی یعنی کسی که مالیات جمع میکنه، گفت خدا پیامبر رو رسول فرستاد نه مالیات جمع کن، یعنی بذارید اینا مسلمان بشن، شما میخواد مسلمان نشن و اونا مسلمان بمانن تا بیشتر ازشون مالیات بگیرید، این رسم مسلمانی نیست. دیگه آدمی بودند و شهوت و غضبی که همه آدمیان دارن، اما اون چه که اهمیت داره این است که آقا یه قومی یه روزگاری یه کارایی کردن، خیلی خوب کردن، ما امروز که پیرو به اونا نیستیم، با دفع تطهیر هر کاری هم که کردن نیستیم، بالاخره یک اصولی وجود داره، یک مثلا مقدماتی و معارفی در شرع آمده، در قرآن آمده که هر کی با تقواتر نزد خدا من عزیزتری، ولی در جهانی که ما زندگی میکنیم به هر حال به نظر من مهمترین اصل آن است که همه این بزرگان ما، همین سعدی که من داشتم میگفتم قوانین شرع رو میگه، اصل حرفش این است آن چه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. به نظر من جان عدالت اینه، بدون اینکه بخوایم تفسیرهای خیلی پیچیده فلسفی از عدالت بگیم، جان عدالت اینه هر چه به خودت نمیپسندی به دیگری، این دیگری میتونه همکیش شما باشه، میتونه ناهمکیش شما باشه، هر کسی میتونه باشه. اون چه بر جان خیش یا بر نفس خیش نپسندی، من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند، اون چه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. علی ای حال امروز این حکم به نظر من برای ما دستورالعمل است و بهتر است که این رو سلوه کار خودمون قرار بدیم. من اون آیاتی در قرآن هست که ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، الذین اذا اکتالوا یستوفون و اذا چیز از انوهم، اون که تو قرآن هست که وای بر کم فروشان که وقتی از دیگران میگیرن میخواد بیشتر بگیرن، وقتی به دیگران میفروشن ها کمتر بدن. من این مفهوم رو توسعه میدم، این همون مفهومیست که آنچه بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. کم فروشی نباید به دیگران کرد، یعنی از دیگران بیشتر بگیریم اما وقت دادن کم بهشون بده، این درست نیست. در هیچ جا، فقط تو بازار نیست، همه عالم بازار است، هیچ جا کم فروشی نباید کرد. این درسی است که امروز ما از کسانی بزرگانی مثل سعدی میگیریم. با تشکر فرمان از سخنانی بسیار جالبتون، اشعاری که آخر جلسه خوندین، اول جلسه هم عملا بهش اشاره کردین، یه نکته جالبی توش داشت، گفتین که همیشه نمیشه گفت الحمدلله، باید مواظب باشیم که چه جایی بگیم و چه جایی نگیم. داشتم به این فکر میکردم که آیا واقعا لحظه وجود داره که ما بتونیم به راحتی بگیم الحمدلله یا شکر خدا رو بگذاریم، چون اگر در هر لحظه نعمتی ما داریم هزاران نفر دیگه اون نعمت رو ندارن، اگه بخوایم اینو بستش بدیم چجوری اپلای میشه به لحظاتی که اصلا لحظه وجود داره که ما به راحتی شکر خدا رو بگیم در حالی که کسانی هستن که اون نعمت رو ندارن؟ خب همین، ببینید اگه یه چیزی رو بخوام شکرشو بگیم همین است که بگیم خدایا شکرت که به ما یاد دادی که ما فکر دیگران باشیم، خودش شکر داره دیگه، یعنی به هر حال نعمت فقط این نیست که انسان برخورداری های مادی داشته باشه، همین که معلمینی بودند که به ما این چیزا رو یاد دادن، همین که ما اینا رو میدانیم و انشالله عمل میکنیم، اینا خودش شکر داره دیگه، خودش نعمتیست. به دیگران هم اینها رو باید البته آموخت. و بعدش هم قصه این است که هیچ کس نگفت شکر ما همیشه کامله، همیشه خوب نقصان داره، شکی نیست،
و ما به قدر طاقت بشریمون در رفع نقصان ها میکوشیم، نمیتونیم که حالا عالم به همه احوال باشیم همه چیز. در هر صورت وقتی که چیزی داریم و نعمتی به ما رسیده، ما به قدر طاقتمون باید شکرش رو بگذاریم. اگرم غفلتی از جاهای دیگه داریم، خب در رفع غفلت باید بکوشیم، راه دیگری نیست. بفرمایید. آقای دکتر سروشون، سه شخصیتی که شما فرمودین جامعه ما بهشون نیاز داره، سعدی و حافظ رو که ما 700-800 سال پیش داشتیم، چرا جامعه مسلمان ما نتونسته در عرض این مدت یک گاندی تولید بکنه و به جای اون حالا اسم بردن هم شاید چیز نباشه ولی خمینی به وجود میاره، یا شرایطی رو در انقلاب اسلامی به وجود آورد که ما یک داعش شیعه به جهان نرایه بدیم به جای گاندی؟ حالا ما حافظ و سعدی رو نداشتیم، فکر میکنیم داشتیم، ما کتاباشون رو داشتیم، نبود، میونه ما زنده نبودن. اگه بودن یا مولوی یا بزرگان دیگر یا خود نهج البلاغه، اینا این چیزا درست نمیشد. من که گفتم مثلا روحانیان ما نهج البلاغه نمیخونن، واقعا نمیخونن، 1% یک تن از 100 نفرشون نمیخونن، مثلا نیست اینا جزو چیزاش، فقط فقه میخونن. ببینید روحانیت ما، حالا فقط هم عیب رو بر روحانیت نباید گذاشت، ما یه ملتیم، حالا همه رشته و همه قشری در میان ما هست، اما روحانیت ما بسیار تک منبعیه، بسیار تک منبعیست، یعنی چشمان خودش رو به یک خطوط و سطور و جزوه ها و کتاب های بسیار محدودی دوخته و دیگه فراتر از او هم نمیده. یعنی همین روحانیان ما باور کنید یک از هزارشون این دوستان رو نخوندن از ابتدا تا انتها، نخوندن، من به شما قطع میگم. امروز این همه راجع به علوم انسانی صحبت میکنن، حالا علوم انسانی جدید که هیچی، من باور ندارم یک نفرشون ابن خلدون رو خونده باشه، مال 600 سال پیشه، بالاخره قوم مسلمان و که ما افتخارم میکنیم در فلسفه تاریخ، در فلسفه علم اجتماع. خب این نقصان ها در ما بوده. وقتی میگن انحطاط، آقا انحطاط یعنی چی؟ انحطاط نه همینا، انحطاط یعنی شما حافظ داری نخوندی، سعدی داری نخوندی، از اینا درس نگرفتی، نمیدونی حرفا که تو دل فرهنگ شما بوده چیه. بعدن یه کسای اینا رو باید کشف کنن به شما بگن. امین ابن خلدون ما 600 سال اونجا افتاده بود، هیچ کی حرفش رو نمیزد. اولین بار این آدم رو تو فرانسه کشف کردن، اونا اومدن گفتن یک کسی به نام ابن خلدون وجود داشته. طه حسین مصری که رفته بود فرانسه تحصیل میکرد و مرد نابینا، جز اولین کسانی بود که رساله دکتریشو اونجا تو سوربن روی ابن خلدون نوشت. از این طریق ما رفته رفته فهمیدیم که یه ابن خلدونی هم ما داشتیم و یه حرفای مهم میزده و در باب تاریخ و در باب اجتماع و در باب توسعه و اینا. بعدم ماها برداشتیم و خب تو همین کشور خود ما هنوز که هنوزه، من به جز یک کتاب بیشتر نمیشناسم که راجع به ابن خلدون نوشته شده باشه. توجه میکنیم، یا وقتی هم فهمیدیم که مهمه فقط افتخار کردیم. انحطاط یعنی همین، یعنی اولا آدمی از ثروتهای موجودش غافل باشه، دوم این که تولید ثروت تازه هم نکنه. ما روزگاری روزگار طولانی به این بلا مبتلا بودیم و هستیم و خب نتیجهش هم همین ها میشه که خب داریم میبینیم دیگه، متاسفانه. ولی این نباید فقط به اینجا منتهی بشه که ما یه عده رو ملامت کنیم، خودمونم دراز بکشیم بگیم ما که بی تقصیریم، تقصیر از دیگرانه، پس هیچی. نه، اینطورا نیست. همه ما ها توی این مسائل شریکیم، دخیلیم، هر کسی به اندازه خودش و هر کسی هم باید یه قدمی برداره. ببینید بنده شما اگه هیچ کاری نمی کنیم، اگر پدر یه خانواده ایم، تو این خانواده من آیا این کار کردیم یا نکردیم؟ یعنی الان شما که از من می پرسید، شما تو خانواده تون به بچه هاتون سعدی یاد دادین؟ حافظ یاد دادین؟ ببینید همین دیگه، ما دونه دونه بعد این کار رو بکنیم و بعد همطور که گفتم هر کی یه گلی بکاره وقت عالم گلستان میشه. ما اگه گل نکاریم بگیم دیگران بیان باغبانی بکنن، نمی کنن. نمیشه. این وظیفه تک تک ماست.
این کار رو باید کرد. ملامت رو، عیب رو بر دیگران نمیتوان نهاد و آدمی در درجه اول خودش رو باید متهم کنه، بگه من نقصان کارم کجا بود. البته حالا به دیگرانم خاص عیب بگیره، اونم به حق و از طریق نقادی سالم بگیره. سالی خب خیلی ممنون از عزیزان.